سلام، من بدرام، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم دور دنیا در 80 روز. قبل از اینکه شروع کنیم یادتونه رو کانال سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. فیلم دور دنیا در 80 روز یک فیلم کمدی ماجراجویی که بر اساس رمان دور دنیا در 80 روز ژول ورن ساخته شده. کارگردانی این فیلم رو فرانک کوراکی انجام داده و جکی جان و استیو کوگان هم بازیگران اصلی این فیلم هستن. خب بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. از بانک سلطنتی انگلستان شی ارزشمندی دزدیده میشه و در آکادمی علوم بر سر این سرقت بحث به وجود میاد و میگن که سارق یک چینیه. ویلیاس فاک اعلام میکنه که به راحتی خودشو به چین برسونه و در واقع میشه با 80 روز کل دور کره زمین رو دور زد. در اونجا بحثی بین او و کلوین رئیس آکادمی به وجود میاد و شرطی با هم میبندن که اگر ویلیاس فاک بتونه طی 80 روز کره زمین رو دور بزنه و به انگلستان برگرده، رئیس آکادمی علوم خواهد شد، وگرنه او دیگر حق شرکت در آکادمی و حتی حق اختراع کردن را هم نداره. به همین دلیل فاک به همراه خدمتکار عجیبش پاسپارتو عازم سفر میشن. اونها در فرانسه با مونیک همراه میشن که یک دختر نقاشه و سعی میکنن که از کشورهای مختلف بگذرن تا بتونن شهر رو برنده شن. اما در این راه کلوین هم بیکار ننشسته و افرادی رو میفرسته تا مانع رسیدن اونها به هدفشون بشه. فرانک کوراکی کارگردانی فیلم های از جمله خواننده عروسی، فیلم کلیک، فیلم نگهبان باغ وحش و فیلم بلندد رو انجام داده. جکی جان بازیگر هنگ کنگی و از پایه‌گذاران فیلم های کمدی رزمی. از فیلم های خوب او میتونم فیلم های مار در سایه عقاب، مجموع فیلم های داستان پلیس، فیلم داستان جنایت، فیلم جنجال در شهر و فیلم ظهر شانگهای اشاره کرد. استیو کوگان بازیگر و کمدین مشهور انگلیسی است. از فیلم های خوب او میتونم فیلم آن سوی آینه، فیلم انتقام شیرین، فیلم تلسم الا و مجموع فیلم های شبیه در موزه اشاره کرد. فیلم ها و انیمیشن های فراوانی بر اساس این رمان ژول ورن ساخته شده و این فیلم تم کمدی داره و با بازی خوب جکی جان مایه های کمدی رزمی هم به فیلم اضافه شده. صحنه های جذاب، داستان خوب و بازی خوب جکی جان و استیو کوگان در نقش هاشون از علائم و نکات مثبت فیلم. که دیگر جذابیت های فیلم حضور بازیگران مختلف مشهور مثل آرنولد شوارزنگر و همچنین برادران وینسون در نقش های محوری فیلم هستش و در کل میشه گفت که از بهترین فیلم ها و اقتباس هایی که از این اثر ژول ورن ساخته شده این فیلم و ارزش چند بار تماشا کردن رو داره. خب ممنون که تو این ویدیو با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.